این هفته در ژاپنیم تا فناوری‌های عجیب رو پیدا کنیم، با نیروهای ویرانگر مقابله کنیم و در جلد شخصیت‌های تخیلی بریم. شاید تصورش یکم براتون سخت باشه، منتها سال دیگه اینجا میزبان بزرگترین رویداد دنیاست. المپیک 2020 56 سال بعد از آخرین باری که ژاپن میزبان بازی‌های المپیک بوده برگزار میشه. سال 1964 این رویداد فرصتی بود تا از تولد دوباره کشور بعد از ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم خبر بده. اون زمان هدف اقتصاد و شکوفایی فناوری بود. و حالا ژاپن میخواد یک بار دیگه از فرصت المپیک استفاده کنه تا اعلام کنه به همگان و به همه دنیا که من هنوز پیشتاز نوآوری در دنیا هستم. حالا هم از پیشرفت ناگهانی و سریع ژاپن خبری نیست. در مقابل این کشور با مشکل پیری جمعیت دست و پنجه نرم میکنه و این دفعه موفقیت ممکنه چندان آسون به دست نیاد. ژاپن خیلی روی تصویری که ازش به عنوان سرزمین ربات‌ها وجود داره حساب باز کرده، ولی مثل خیلی از کشورها در همه حوزه‌های دیگه فناوری در حال پژوهش و فعالیته. از جمله نسل پنجم موبایل، پخش 8K و ماشین‌های خودران. و حمل و نقل موضوع این پروژه شرکت مخابراتی NTT دوکوموه. اونا سعی می‌کنن با ردگیری جابجایی کاربران گوشی‌های همراه در طی روز ترافیک رو پیش‌بینی کنند. دوکومو اطلاعات مختلف از جمله سن و نشانی همه 76 میلیون مشترکش رو داره و همینطور به شکل تقریبا دقیقی میدونه که گوشی هاشون در هر لحظه کجان. این شرکت با استفاده از هوش مصنوعی نحوه رفت و آمد و مقصد اونها رو در طی روز و همینطور زمان برگشتشون به خونه رو در طی شب بررسی میکنه. حالا اونا میتونن بر پایه موقعیت افراد در طی روز میزان ترافیک رو موقع برگشت مردم به خونه پیش بینی کنند. اونا امیدوارن هوش مصنوعی بتونه از پس موقعیت‌های متفاوت مثل ترافیک ناشی از بازی‌های المپیک هم بر بیاد. سیستمی که ما درست کردیم میتونه کاربرانمون رو در لحظه ردگیری کنه. افزایش فعالیت‌های اجتماعی به خاطر جابجایی مردم از یه نقطه به نقطه دیگه پیش میاد. ما بر اساس این ایده و با استفاده از اطلاعاتی که داریم در فکر راه اندازی خدمات تازه‌ای مثل تاکسی‌های هوش مصنوعی هستیم. با توجه به این که بازدید کنندگان پرشماری به خاطر المپیک به اینجا سرازیر میشن، قراره که برای اولین بار برای حفظ امنیت از فناوری تشخیص چهره استفاده بشه تا فرایند تشخیص و هویت‌یابی افراد بازدید کننده سریع‌تر انجام بشه. برای تماشای بازی‌های المپیک و پارالمپیک سال دیگه انتظار میره میلیون‌ها نفر به توکیو بیاین. در بین این افراد بیش از 300 هزار نفر ورزشکار، داوطلب، اهالی رسانه‌ها و کارمندان این رویداد هستند که باید بتونن وارد اماکن شوند که ورود به آنها برای عموم آزاد نیست. شرکت ژاپنی NEC با کمک یک موتور هوش مصنوعی سیستم به نام نئوفیس درست کرده که ادعا میکنن با دقت 99% و تقریبا در آن واحد هویت را تشخیص میده. برای اینکه یک سیستم تشخیص چهره کار کنه، باید نمونه ای از چهره شما را داشته باشه. حالا از بدشانسی این سیستم باید این صورت بدقیافه را ثبت کنه. سیستم با استفاده از صدها و صدها نقطه چشم‌ها، صورت، اندازه صورت و مشخصات دیگر رو با مقایسه این نقاط با عکس کارت شناسایی افراد تشخیص میده. حالا که سیستم عکس صورت مرا داره، تنها چیزی که لازم دارم این کارت است. بیاین ببینیم کار میکنه. بزن بریم. ولی نمیشه از تشخیص چهره حرف زد بدون ابراز نگرانی از حریم شخصی و اینکه با این همه تصویر چهره افراد چه میکنن. اطلاعات شخصی که در جریان ثبت نام گرفته شدن با دقت محافظت میشن و
وقتی بازی ها تموم شدن به روش مناسبی از بین میرن. حالا وقتی یکی به شما میگه بازدهی قرار است بالا بره و در این مورد تقریبا در لحظه انجام بشه، خیلی از ما یک کمی مشکوک میشیم. ولی باید بگویم که چیزی که در این سیستم خیلی تحسین برانگیز است این است که در 10-12 باری که آزمایشش کردم، تقریبا هر بار در آن واحد مرا تشخیص داد. حتی در شرایطی که صورت ما از زوایای مختلف میدید هم درست کار کرد. پس فکر کنم که باید ادعایشان را تایید کنم. البته آزمایش این نمونه در شرایط کنترل شده با شرایط واقعی متفاوت است و نتیجه آزمون اصلی در عمل و در جریان المپیک معلوم میشه. فرد دیگه‌ای که اخیراً صورتش رو زیر دید دوربین‌ها قرار داد، همکارمون کیت راسله که در جستجوی نسل تازه‌ای از مشاهیر مجازی به ژاپن رفته. ایوا کیرا تی وی. های ایوریوان. I'm Hiyori Ibarra. As Ibaraki Prefecture's Bajo Ato Woman. خوش اومدین به عصر جدید مجریان مجازی یوتیوب. شخصیت‌های کارتونی که آدم‌های واقعی هدایتشون می‌کنن. هیوری برای بخشی از دولت کار می‌کنه و مسئول تبلیغ جهانگردی و تجارت در منطقه ایباراکیه. I introduce also Zob. Ibaraki's appealing. این روزا شبکه‌های پخش زنده یوتیوبی فوق‌العاده پرطرفدارن، ولی اغلب آدم‌های عادی اونا رو اجرا می‌کنن. هیوری 96,000 مشترک داره و به نظر میاد ژاپنی‌ها حسابی مجذوب این پدیده شدن. نزدیک 2.5 میلیون نفر مشترک کیزونا AI‌ان. و بعد ایشون رو داریم. اسبی به اسم باچارو. یوتیوبرهای مجازی یه لباس ثبت حرکت تنشون میکنن، درست مثل اونی که تو هالیوود استفاده میشه. اینجا استودیوهای سپایس در توکیو است و قراره یه اجرای مجازی رو کاملا تجربه کنیم. همه دوربینایی که اطراف فرد هستن قراره تصویری از محل دقیق بدن فرد در این فضای سه‌بعدی پیدا کنن و بعد اون رو به حرکات آواتار کارتونی تبدیل کنن. دوربین جلوی صورت هم تغییرات چهره رو ثبت و به صورت آواتار منتقل میکنه. اینجا قراره وارد جلد شخصیتی به اسم ناتسو بشین. سلام، اسم من ناتسوه. ولی جالبی سیستم اینه که میشه باهاش به هر شخصیتی تبدیل شد. تا شخصیت کارتونی حرکت فرد رو در لحظه عیناً تقلید کنه و امکان اجرای زنده و ارتباط به مخاطب رو فراهم کنه. از پایان سال 2017 مجریای مجازی یوتیوب بیشتر و بیشتر محبوب شدن. ما تصمیم گرفتیم این ایده رو به کار بگیریم چون با مخاطبان جوانمان سازگارتره. اگرچه مجریان مجازی در ژاپن خیلی مشهورن، ولی این کانال مستقر در لندن از اولین ها در این عرصه است. Hello BBC Click. I'm Ami Yamato and I've been making YouTube videos since 2011. ویدیو بلاگ های ایمی فوق‌العاده انسانیه. در واقع انگار خودش اصلا نمیدونه که یه شخصیت کارتونیه. اما تولید این قطعه ویدیوی کامپیوتری کوتاه 20 ساعت طول کشیده. به کمک فناوری تشخیص حرکت، مجریان مجازی مدرن میتونن در زمان مشابه خیلی بیشتر محتوا تولید کنن. با استفاده از اون چه در اختیار داریم، ما میتونیم این شخصیت‌ها را در لحظه حرکت بدیم. فعال کردن دستکش‌ها نکته تازه این سیستمه. حرکات به شکل فوق‌العاده‌ای دقیقن. به معنی دقیق کلمه، هر حرکت ریز انگشت مثل این حرکت دورانی منتقل میشه. ما دوست داریم افراد بیشتری ایباراکی رو بشناسن. همینطور دوست داریم هیوری رو وارد مسابقات ویدیو گیم کنیم و اون رو نه فقط به ژاپنی ها بلکه به مخاطبان جهانی هم بشناسونیم. دنیا این روزا خیلی عجیب و غریب شده. میتونین روزی رو تصور کنین که هیوری نامزد یه پست دولتی بشه؟ هرگز بهش فکر نکرده بودم، اما ایده جالبیه.
در دنیایی که مردم روز به روز بیشتر اعتمادشون رو به سیاستمدارا از دست میدن و در مقابل فرهنگ ستاره ها و شخصیت های مشهور فراگیر شده، این ایده به شکل ناخوشایندی قابل تصوره. و خوبه اینجا برنامه رو تموم کنیم. خداحافظ. این هفته گوگل بالاخره شبکه اجتماعی شکست خوردهش گوگل پلاس رو تعطیل کرد. شرکت خودروسازی تسلا به خاطر نقض قوانین مربوط به انباشت زباله‌های خطرناک در کارخونه‌اش در کالیفرنیا جریمه شد و تویوتا اعلام کرده که فناوری هیبریدیش رو تا سال 2030 به طور رایگان در دسترس قرار میده تا گذار به ماشین‌های کاملاً الکتریک رو تشویق کنه. در کالیفرنیا قرار پرونده‌های رسیدگی نشده مربوط به حمل ماریجوانا به کمک هوش مصنوعی ارزیابی بشن. الگوریتمی که توسط شرکت غیرانتفاعی کد فور آمریکا طراحی شده تشخیص میده که آیا پرونده باید مختومه اعلام شه یا براش حکم صادر شه. ناسا اخطار داده که ماهواره‌ای که توسط هند منهدم شده ایستگاه فضایی بین المللی رو در معرض خطر قرار داده. رئیس ناسا نابودی این ماهواره رو کار فوق‌العاده وحشتناکی توصیف کرده. این کار باعث تولید 400 تک زباله فضایی شده که 24 تاشون میتونن برای فضانوردان ایستگاه خطر آفرین باشن. زنی با دو پاسپورت چینی، چند گوشی و یک حافظه USB آلوده به بدافزار در استراحتگاه دونالد ترامپ در مارالاگوی فلوریدا بازداشت شد. او اول ادعا کرد همراه یکی از مهمانان استراحتگاهی که برای شنا به اونجا اومده، ولی بعد گفت می‌خواسته در یک رویداد مربوط به سازمان ملل شرکت کنه. رویدادی که وجود خارجی نداشت و به بازداشت این زن 35 ساله منجر شد. و در آخر بوستون داینامیکس نحوه استفاده از ربات عظیم الجثه هندل در یک کارخونه رو به نمایش گذاشت. در این نمونه هندل جعبه های 5 کیلویی رو جابجا میکنه. البته این ربات توانایی حمل 15 کیلو بار رو داره. وقتی در مورد ساخت کشوری صحبت می‌کنیم، سخت‌ترین کار اینه که زمین یا کشوری رو پیدا کنید که بیشتر از ژاپن غیر قابل پیش‌بینی باشه. با قرار گرفتن روی 4 تکتونیک یا زمین ساخت صفحه‌ای جزیره‌های ژاپن در مرکز حوزه آتشفشانی حلقه آتش اقیانوسیه واقع شدند. ژاپن بیش از 100 آتشفشان فعال داره و سالانه 10% کل انرژی زمین لرزه‌های جهان پیرامون این کشور متمرکز میشه. درک بیشتر طبیعت ژاپن به معنی نجات جان انسان هاست، اما چطور میشه چون این چیز غیر قابل پیشبینی رو پیشبینی کرد؟ دارم میرم سمت اوشیما، سفری 8 ساعته از توکیو با یک کشتی. اوشیما شروع یک سلسله جزیره با تاریخی هولناکه، تاریخی که از خاک و خاکستر زاده شد. اومدم به دیدار دکتر کویاما و تیمش که چند دهه است مشغول مطالعه کوه میهارا هستند. یک آتشفشان فعال در قلب جزیره. اوشیما در نزدیکی مرکز زمین لرزه مشهور کانتو در سال 1923 بود که جان نزدیک به 140 هزار نفر رو گرفت. از اون موقع به بعد کوه میهارا هر 30 سال یک بار یک فوران رو تجربه میکنه. این یعنی فوران بعدی قراره هر موقعی اتفاق بیفته. در روز فوران صدها کلاغ روی معبد نشسته بودند که یکم عجیب بود. عصرش من رفتم به دهانه آتشفشان. یکم بالاتر از جایی که الان داریم میریم یک لرزگیر نصب بود. داریم سمت قلعه کوه میهارا میریم تا به ابزارهایی که اینجا پژوهشگران در اختیار دارن نگاهی بیندازیم. در پشت سر من میبینید که از زمین دودی بلند شده که متعلق به یکی از آتشفشانهای فعاله و دوربرمون همش از این سنگهای سیاه بازالته و بقایای گدازه‌های آتشفشان سال 1986. اون آتشفشان از اینجا به سمت شهری با 10,000 نفر فوران کرد، اما خوشبختانه نتونست به کسی آسیبی برسونه. البته مردم مجبور شدن شهر رو تخلیه کنن. گروه امروز اینجاست تا به کوه سری بزنه و ایستگاه‌های حسگری که در اطراف کوه آتشفشان نصب کرده بودن رو بررسی و ترمیم کنه. سنگ آتشفشانی فقط یه تیکه آهنرباست. اگه شما یه آهنربا رو داغ کنید، قدرت مغناطیسیش رو از دست میده و اون وقت میتونیم تغییرات رو قبل از فوران تشخیص بدیم.
اراپشن اوکاد. ایستگاه‌های اندازه‌گیریشون فقط میتونه یه محوطه کوچک رو نظارت کنه و برای اینکه بتونن مساحت بیشتری از کوه رو پوشش بدن به زاویه دید وسیع‌تری نیازه. این هلیکوپتر بی‌سرنشین میتونه موقعیت بیشتری رو پوشش بده و اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کنه، اما نمیشه هر روز ازش استفاده کرد. بیشتر از یک سوم مردم در ژاپن در فاصله 100 کیلومتری یک آتشفشان فعال زندگی میکنند. برای همین وجود امکانی که بتونه پیشاپیش وقوع فوران رو اطلاع بده اهمیت زیادی داره. در مرکز پژوهشگران از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری استفاده میکنند تا پیشبینی کنند که در صورت وقوع یک فوران بزرگ خاکستر کجا ممکنه بریزه. اونا برای این کار از اطلاعات تاریخی و نمونه‌های فوران قبلی آتشفشان 300 سال پیش کوه فوجی کمک می‌گیرند. در روز فوران آتشفشان آسمان آبی پر شده بود از خاکسترهای آتشفشانی و هر قدر که به آتشفشان نزدیک می‌شدی خاکسترها هم درشت‌تر بود. مدارک نشون میده که بیش از یک متر خاکستر آتشفشانی ریخته بود. اینا در دوره ادو اتفاق افتاد که برق نبود و ترافیک سنگینی هم وجود نداشت و مردم زندگی ساده‌ای داشتند. تصور کنید که چنین چیزی با همین مقیاس امروز که همه جا پر از فناوری‌های برقی اتفاق بیفته. کسی نمیدونه چه پیامد و ویرانی در پی خواهد داشت. برای ما کاملا ناشناخته است. در توکیو اطلاعات این تیم همین الان هم تأثیرات کاربردی در خارج از آزمایشگاه داشته. اینجا جایی که همه اون اطلاعات جمع میشه. اتاق نظارت زمین لرزه و آتشفشان در آژانس هواشناسی ژاپن. اینا شبانه روز اینجا هستن و گوش به زنگ تا اگه چیز غیرعادی اتفاق بیفته زنگ هشدار رو به صدا در بیارن. کار آژانس هواشناسی ژاپن اینه که در موقع زمین لرزه، سونامی و فوران آتشفشان زنگ هشدار رو به صدا در بیاره. و حالا به کمک تحقیقات تازه میشه این پاسخ سری رو به انواع دیگه تغییرات سری و شدید آب و هوایی تعمیم داد. جغرافی ژاپن طوریه که سیل ناگهانی میتونه ظرف چند دقیقه اتفاق بیفته. در این کشور 20,000 رودخانه ثبت و بررسی شده و فکر کنم در مقایسه با کشورهای دیگه بی‌نظیره. در ژاپن رانش زمین و سیل حتی در سالهای اخیر هم جان انسانهای زیادی رو گرفته. پیشرفت در کاربرد رادار، دقت حسگرها و نقشه اطلاعات باعث شده که سیستم بتونه در زمان وقوع سیل‌های خطرناک تقریباً در زمان واقعیش و در صورت نیاز هر 10 دقیقه هشدار بفرسته. پژوهشگران در سراسر ژاپن دارن کم کم به این درک میرسن که حوادث طبیعی دقیقاً چطور اتفاق میافتن و هر بار که اونها قدمی به جلو برمیدارن مردم در ژاپن کمی احساس مسئولیت بیشتر میکنن. اگه یادتون باشه چند وقت پیش در کلیک سری به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی زده بودیم. نیروگاهی که در پی سونامی بزرگ 2011 ویران شد. بررسی راکتورهای ویران شده نشون داد که ساخت ربات‌هایی که بتونن مثل انسان روی خرابه‌ها و ویرانی‌ها حرکت کنند چقدر سخته. امروز اومدم دانشگاه واسیدا تا رباتی رو ببینم که با الهام از فاجعه فوکوشیما ساخته شده. وارکوان یک چهارپای گنده است با وزن 150 کیلوگرم و هر بازوش میتونه بیش از 1 متر باز بشه. نیاز به حرکت ربات در زمین‌های ناهموار سبب شده ربات‌سازان انواع و نمونه‌های مختلفی رو بررسی کنند و با وجود اینکه ربات‌های چرخدار و ربات‌های مارمانند در حرف میتونند به راحتی از پس پستی و بلندی‌های زمین بر بیان، اما وقت عمل کی میشه چندان خوب کار نمی‌کنند. پس از این که به مقصد میرسیم ربات دست به کار میشه. منظورم این است که کاری را که باید انجام بدم مثل بالا رفتن، روشن و خاموش کردن سویچ برق و باز کردن در را انجام میده و اینا همش به نیروی بزرگی نیاز داره. برای اینکه وارکوان بتونه عملا دست به کار بشه به یک سری دست و چیزی شبیه به انگشت اضافی نیاز داره. اما تا اینجای کار همه سعی گروه این بوده که بهترین روش برای حرکت و خزیدن روی خرابه ها رو پیدا کنند. من متوجه شدم که این علاوه بر 4 تا دست و پاش از شکمش هم استفاده میکنه. همچین چیزی ندیده بودم من. بله، در واقع این یک نوع مدل حرکتی تازه است که ما ابداع کردیم در جایی که حتی برای انسان‌ها قدم گذاشتن کار سخت است. اگر ربات بتونه با کمک خزیدن حرکت کنه، چون شکمش تقریبا روی زمینه، کمک میکنه با ثبات بیشتر جلو بره.
میخچه‌ای که روی شکم ربات کارگزاری شده بهش کمک میکنه روی نخاله‌ها و آوار لیز نخوره و همچنین بتونه خودش رو از لبه‌ها بالا بکشه. و با وجود این که این یک ربات خود تراز نیست، اما چندان هم مهم نیست اگه گاهی بیفته یا بلغزه، چون از هر سو متقارنه و از پشت رو و حتی وارونه هم کار میکنه. همونطور که قبلا گفتم وقتی رو زمین هست شبیه عنکبوته، اما وقتی که اینطوری نگاهش میکنی فرم و شکل انسان رو داره. علت خاصی هم داره، برای اینکه قراره تو محیط‌های کار بکنه که در واقع انسان کار میکرده و اونجا عملیات انجام بده، واسه همین به شکل و اندازه انسان درستش کردن. البته وزنش یه مقدار بیشتر از آدمه، 100 و خورده کیلو. ژاپن از معدود جاهایی که بات‌ها دیگه کم کم و به طور گسترده از آزمایشگاه بیرون و وارد جامعه میشن. گرچه خیلی هنوز نگرانن که نکنه ربات‌ها خیلی از شغل‌ها رو نابود کنن، اما این در واقع چیزیه که ژاپن میخواد واقعا اتفاق بیفته. در آستانه مسابقات المپیک 2020، ژاپن بیش از هر زمانی داره راه‌های مختلفی رو در پیش میگیره تا بات‌ها بتونن از پس کارهای سنگین بر بیان. این صندلی‌های چرخدار برقی خودران ساخت پاناسونیکه. اینا مدتیه دارن در فرودگاه بین‌المللی هاندا در توکیو آزمایش میشن. اما چیزی که اینجا جدیده اینه که میتونین چمدوناتون رو بندازین اون تو را بیافتین. خودش صندلی چرخدار رو هر جایی که بره دنبال میکنه و میتونه در صورت نیاز سرعتش رو در جاهای شیبدار کم و زیاد کنه. برای فرودگاه فوق‌العاده است. اگه یکی از مسافرها در فرودگاه جلوی صندلی سبز بشه، به شکل خودکار توقف میکنه و حمل کننده چمدونا هم پشت سرش میسته. اما میتونم تصور کنم که در فرودگاه‌های شلوغ اگه کسی بین صندلی و حمل کننده چمدونا قرار بگیره، کار یکم سخت میشه. پاناسونیک در نظر داره تا سال 2020 از این صندلی‌ها در فرودگاه‌ها و مکان‌های عمومی سراسر ژاپن استفاده بشه. ژاپن در گذشته کارنامه عالی در حوزه دسترسی پذیری نداشته. با توجه به اینکه قراره در بازی‌های المپیک و پارالمپیک بیش از 40 میلیون نفر شرکت کنند، سازمان دهندگان گفتن که با استفاده از این فرصت تلاش می‌کنند تا این جای خالی رو پر کنند و توکیو برای همه افراد قابل دسترس‌تر بشه. مسافران توانیاب هم میتونن به کمک اپ صندلی‌های چرخدار رو احضار کنن و صندلی میتونه اونا رو بدون دردسر و نگرانی به جایی که میخوان برسونه. این چیزیه که به درد افراد عادی و خسته از سفرهای طولانی هم میخوره. بیا پسر خوب. برای خیلی از خارجی‌هایی که میان به ژاپن برای المپیک، زبان ژاپنی احتمالاً یکی از بزرگترین چالش‌ها باشه. ما قبلاً توی کلیک چند تا مترجم معرفی کردیم، چند تا نرم افزار که این کار رو انجام میدن، اما این یکی که الان می‌خوایم بهتون نشون بدیم احتمالاً فرق می‌کنه. شاید یکی از دستاوردهای بزرگ المپیک و پارالمپیک ای باشه که میتونه آدم‌ها را از سراسر جهان دور هم جمع کنه. اما با وجود نکات مثبتش، چالش‌هایی هم به همراه داره، به ویژه در زمینه زبان. یک دانشجوی ژاپنی با کمک شرکت فناوری پاناسونیک پروژه ویژه‌ای را انداخته تا به مردم جهان کمک کنه با هم حرف بزنن. نام این سیستم فوکوداشی است که در ژاپنی به معنی حباب سخنگو است. دستگاهی که هر دو طرفش صفحه نمایش داره و با بلوتوث به هم وصلن. کلماتی که یکی در یک طرف دستگاه بگه در طرف دیگه به صورت همزمان ترجمه میشه. ما بررسی کردیم که ببینیم آیا مردم واقعا از تلفن برای مکالمه با خارجی استفاده میکنن یا نه، و دیدیم که کسی این کارو نمیکنه. من فکر میکنم به خاطر اینه که گوشی بیشتر برای پرسیدن سوالات خاصه، مثلا ایسکا کجاست و چیزهای از این قبیل. فناوری که درش به کار رفته چیز جدیدی نیست. دستگاه برای ترجمه از رابط برنامه نویسی گوگل کمک میگیره. با این حال چیزی که خیلی جالب است نحوه اجرای این فناوری است. این سیستم هنوز در مرحله آزمایشی قرار داره، ولی انتظار میره که تا زمان آغاز بازی‌های المپیک آماده بشه. سازنده این سیستم همچنین میگه که امیدوار است سیستمش از این هم فراتر ببره. در مرحله بعدی ممکنه مردم دستگاهی کوچکی مثل پوکیداشی داشته باشن و همه جا و همه وقت ازش استفاده کنن که عالی خواهد بود. دستگاه در حال حاضر میتونه 4 زبان ژاپنی، انگلیسی، چینی و کره‌ای را ترجمه کنه. اما برنامه این است که زبان‌های بیشتری بهش اضافه بشن. نمونه آزمایشی همینطور برای کار باید به اینترنت وصل باشه. و این ویژه برنامه کلیک بود درباره المپیک ژاپن از جایی که قرار سال بعد میزبان این اتفاق باشه.
تکرار این برنامه رو وبسایت ما میتونید ببینید، بشونید bbcpersian.com/click یا طریق یوتیوب بی بی سی فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.